تو جامعه ما، اونم بین جوانان و نوجوانان، از قبیل تریاک، هروئین، حشیش، کوکائین روز به روز رو به افزایش هستش. اما چرا بعضیا تمایل زیادی دارن برای افتادن توی این دام خطرناک مواد مخدر، ولی بعضی از جوانان ما اصلا هیچ گونه تمایل به نزدیک شدن حتی به این مواد ندارن؟ طبق تحقیقات انجام شده توی یه مؤسسه وابسته به دانشگاه کلمبیا، روی 100,000 نوجوان به این نتیجه رسیدن که کلیه آسیب‌های روانی و اختلالاتی قبل از سن به خصوص 11 سالگی به جوانان و نوجوانان وارد میشه میتونه یکی از مهمترین دلایل بشه. ناراحتی‌های مثل تصادف‌های ناگهانی، از دست دادن عزیزان نیز میتونه یکی از دلایل رو آوردن مواد مخدر باشه. جوانان تو سنین حدود 15 سال به دلیل معاشرت با دوستان ناباب و همچنین به دلیل نداشتن تربیت صحیح خانوادگی دچار این دام میشن. ظاهرا جوان‌ترین فرد این کمپ شما اید، درسته؟ چند سالتونه؟ 23 سالتون. به چی اعتیاد دارید؟ هروئین شیشه گراست. چند وقت اعتیاد دارید؟ از 6 سال. یعنی اولین باری که استفاده کرده تقریبا سن 15 سالگی بود. بعضی از جوانان به دلیل احساس درماندگی، ناکامی و یا فرار از تنهایی و یا رهایی از محدودیت‌های خانواده و یا بعضی از بچه‌های طلاق، اونم به دلیل باز تربیت نادرست، دچار این مواد مخدر می‌شوند. چند وقت اعتیاد دارید؟ تقریبا از زمان دانشجویی. دانشجو هم بود. چه رشته‌ای می‌خوندید شما؟ مهندسی عمران. حالی که الان مهندسی عمران. چی شد اعتیاد پیدا کردی؟ والا داستانش یه مقدار شاید با بقیه دوستان فرق بکنه، چون من قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم یکی دو تا ورزش در ساعت قهرمانی انجام میدادم. اصلا ازم به حضورتون که متاسفانه بعد از ورود به دانشگاه یکی از شهرستانهای نزدیک تهران بود، به واسطه آشنایی با چند تا دوست و خونه گرفتن و اینا به مرور هی شروع شد. از این کسانی که بیماری اعتیاد در آنها روز به روز رو به پیشرفت هستش، دو نشونه بارز وجود داره: یک، وسوسه، دو، عدم سلامت عقل. وسوسه حالتی ناخواسته و کنترل ناپذیر از یک صحنه یا از یک حالت یا از یک لذته که ناخواسته ذهن طرف رو دائما درگیر میکنه. در مورد معتادان، اون چیزی که ذهنشون رو درگیر میکنه در اصل اون لذتی که از مواد مخدر برای اولین بار به دست آوردن، و اونا با اون که میدونن که این مواد مخدر برای خودشون و برای اطرافیانشون ضرر داره، باز روی مصرف اون پافشاری میکنن و سعی و تلاش بر این دارن که اون لذت اولیه و یا اون نشگی اولیه در هر حالت به اونا دست بده. البته ناگفته نمونه که اونا بسیاری موارد هم منکر این میشن که حتی احتیاج به مواد مخدر دارن یا اینکه به اون اعتیاد دارن. چند سالتون شما؟ 60 سال. 60 سال. چند وقت اعتیاد دارید؟ 40 سال. میتونم بپرسم به چی؟ به هروئین و حشیش و تریاک و همیش. اولین بار با چی شروع شد؟ اولین بار با سیگار شروع کردیم، بعد 7-8 سال با حشیش و بنگ و باده و این حرفا، بعد هم دیگه پله ترقی رو اومد اینجوری به قول خود و شروع کردیم به تریاک کشیدن. و البته مدت اینا خیلی کم بود. بله. بعد شیره رو شروع کردم، بعد سال 57 بود که به با هروئین آشنا شدم و از اون موقع هم ادامه دادم تا الان که خدمت شما هست. هر وقت استفاده میکرد دفعه بعد فکر میکرد باید بیشتر استفاده کنی؟ نه، اصلا میدون بازمون همینجوری بیشتر بود. یعنی هر دفعه که بیشتر مصرف میکردیم، اگه فردا هم به اصطلاح به همون اندازه مصرف میکردیم نشه نمیشد، مجبور بودیم دوزش رو ببریم بالا.
کسی که رو به مواد مخدر آورده و مواد مخدر رو داره مصرف میکنه احساس نشگی و سرخوشی به اون دست میده و از این موضوع بسیار لذت میبره و گاهگداری احساس قدرت میکنه. احساس میکنه از کارهایی که تا حالا نمیتونست از عهده اونا بر بیاد، از الان به بعد میتونه از عهده اونا خیلی خوب بر بیاد. و به این نتیجه میرسیم که مواد مخدر با وجود غیر طبیعی بودن ولی اثر بسیار قوی روی مغز انسان داره. به صورت وجود اون یه خلایی اسم کردیم، هر کاری هم به صورت انجام میدازیم اونطور این خلا رو نمیتونیم پر کنیم، که با مصرف مواد مخدر که به استعداد این خلا رو یه جوری تو خودمون پیدا کردیم، هرچند اشتباه بوده ولی خب بکردیم که دیگه همه کار رو میتونیم بکنیم و یه حالت خوشی به اون دست میدیم، یه سرخوش میشدیم، بی خود از خودمون میشدیم، به استعداد به مشکلات زندگیمون دیگه فکر نمیکردیم، همینجوری فکر میکردیم که به صورت نشی شدیم. دومین نشانه بارز معتادین ناسلامتی عقل بود. اما ناسلامتی عقل یعنی نوعی تفکر غیر منطقی که بر هیچ اصول واقعیتی مستوار نیست و باعث آسیب رسوندن به خودمون و خانواده‌مون میشه. به واسطه مثلا مواد مخدر از خانواده‌ام کلا بریده بودم. صبر نداشتم، هیچ کس رو قبول نداشتم. رفتار تو خانواده زیاد آزار و اذیت براشون نداشتم. صبح که همه می‌خواستن بیدار شن، خوابم می‌خواستم تازه بخوابم. کسی سراغم نمی‌اومد. پسرم سراغم میومد که بعداًم یه بار منو برد یه مرکز ترک اعتیاد، چون دوباره مصرف کردم اونم دیگه به اصطلاح از من برید. اکثر ما تو اون زمان چیز رو به قول خودم خیلی عامیانه بگم گردن نمیگیریم. به شکلی این ناسلامتی عقل و این اعتیاد روی ذهن ما تاثیر میذاره که دریافت، پردازش و ارسال اطلاعات مغز را مختل میکنه. برام چیز مهم نبود، این مواد مخدر بود چون من تصمیم گرفتم شب شبو که هر بخواستم بخوابم من تازه میخواستم بشینم مواد مصرف کنم. با هیچ کی مشورت نمیکردم. خیلی چیزای دیگه از خواب که بیدار میشدم پرخاشگر بودم. توی محله که میدونستم کل پلیس وایساده بازم میرفتم کار خونه میگیرم، دنبال مواد میگشتم. خودم قبول نمیکردم اما تمام دور و بر جامعه همه متوجه میشدن. اما امروز روزی تو این سطح هستم یا تو اجتماعی که رفتار میکنم خودم مقیاس میکنم یا رفتار اجتماعی رو میبینم متوجه میشم که همه متوجه شده بودن. اگر کسی به رو نمیورد اینا یه حرمت نگه میداشت. از دیگر مکانیسم های دفاعی که معتادین در این موارد استفاده میکنن توجیه کردنه. در زمان توجیه کردن اونا میگن شما هم اگه زندگی مثل ما داشتید به مواد مخدر رو میورد. یکی دیگر مکانیسم های دفاعی که باز وجود داره دلیل تراشیه، یعنی برمیگردن میگن که ما به خاطر اعتماد به نفسمون و یا به خاطر سرگرمی فقط به این مواد مخدر رو آوردیم و معتاد نیستیم، که اینا همه جزء مکانیسم های دفاعی هست. نشونه های اعتیاد خود بزرگ بینیه، این شمشیر دو لبه‌ای که معتادین دوچارش هستن که هم به خودشون هم به دیگران و اطرافیانشون داره ضربه میزنه، باعث میشه که خودشون رو بزرگتر، قدرتمندتر و باهوشتر از قبل و یا دیگران بدونن. به همین دلیل به خاطر همین قدرت کاذبی که اونا فکر میکنن دارن باعث میشه که اعتیاد خود و بیماری خودشون رو قبول نکنن و برای فرار از دام این بیماری از دیگرون کمک نگیرند. یکی دیگه از نشونه های اعتیاد تغییرات عمده شخصیتیه. به شکلی که اگه ما از مهربونتری افراد جامعه باشیم کم کم این مهربونی از دست میدن و باعث میشه که به افرادی پرخاشگر، خشمگین، ناراحت، زود رنج تبدیل بشن. دلیلش میگه کنترل مغز و فکر و تفکر ما رو از مواد مخدر و مصرف اون به دست گرفته. اونا در آن واحد که به مواد مخدر رو آوردن و اعتیاد دارن دائما منکر این میشن که اعتیاد دارن و میگن ما خیلی راحت میتونیم مصرف خودمون رو مهار کنیم و زمانی به این موضوع اعتراف میکنن که یه خود دیگه کار از کار گذشته. سرزنش کردن اینها میان میگن که اگر شما هم جای ما بودید مواد مخدر رو میآوردید و به حال خودشون تأسف میخورن و توقع دارن دیگران هم به حالشون تأسف بخورن. به طور مثال برمیگرده میگه همسرم منو اذیت میکرد، به خاطر فرار از این اذیت‌ها و احساس آرامش من اینجور شدم. یکی دیگه از مکانیزم‌های دفاعیشون کوچک شمردنه.
برمیگرده میگه من اعتیادی ندارم، گاهگداری به میزان بسیار کمی استفاده میکنم. برمیگردم میگم به خاطر مصرف دارویی و خواص دارویش داریم استفاده میکنیم. از دیگر نشانه های اعتیاد خودمحوری یا خودخواهی هستش. اینها وقتی که به بیماری اعتیاد دچار میشن راهی جز خودخواهی ندارند. حالت آخری که وجود داره انزوای، برای استفاده از مواد مخدر و در آرامش انجام دادن به گوشه خلوت پناه میبرن. متاسفانه بسیاری از معتادان زمانی این کارو میذارن کنار و بیماری خودشون رو قبول میکنن که به اوج درماندگی و یا به اصطلاح خودشون به پایان خط رسیده باشن، که این دردناکترین اتفاق برای زندگی یک انسان هستش و احساس میکنن دیگه الان راهی ندارن جز مرگ. خوشبختانه با جلسات درمانی که هستش، مشاوره هایی که هستش و بودن اینها در این جلسات کمک میکنه به اینکه مثل دیگرون راست بگن، چون دیگرون تو این جلسات خیلی راحت حقیقت رو میگن و اعتراف میکنن به بیمار بودن خودشون و میبینن که خیلی چیزا تو زندگیشون از دست دادن و یا به اصطلاح خوشم پایان خط رسیدن و تونستن باز هم به درمان رو بیارن و ترک مواد رو انجام بدن. علاوه بر تأثیراتی که مواد مخدر روی ذهن افراد داره، یه سری تأثیرات فیزیولوژیکی روی عملکرد مغز هم داره و این تأثیرات فیزیولوژیکی روی عملکرد مغز به این شکل خودشو نشون میده که فرد وقتی در مجاورت مواد مخدر قرار میگیره تحریک میشه به سمت مواد مخدر بره. مواد مخدر به صورت غیر طبیعی باعث ایجاد دوپامین میشن و به خاطر همین بهشون احساس لذت بالایی دست میده. در این مرحله هستش که ما سندرم تحمل یا سندرم پرهیز رو داریم. تو سندرم تحمل میشه گفتش که طرف هر دفعه نسبت دفعه قبل مواد مخدری که مصرف میکنه میبره بالا تا اون حالت قبلی بهش دست بده. غیر از این هر دفعه هم که اینا افزایش میده حساسیت مغز رو برای ایجاد اون لذت کم میکنه و در کل باعث میشه که مغز ترشح و قدرت خودش رو برای تولید طبیعی دوپامین از دست بده. من در 12 سال بود داشتم رونی مصرف میکردم و واقعا فکر میکردم که اصلا من هر وقت بخوام اینو میتونم بذارم کنار. احساس میکردم که مثل سیگاره، با اینکه سیگار خودش اعتیاد داره ولی فکر نمیکردم بهش پایبند. فکر میکردم معتاد کسایی هستن که سرنگ تو دستاشون و گوشه جوب و کنار جوب زندگی میکنن. من وقتی من دستور میداد چیکار کنم بگه من میگفت بزن زیر گوشه پدرت جیب و طول بردار برای که من آدم خدا من دستور میدادی. اصلا به خانواده احترام، به اطرافیان احترام نمیذاشتم، پرخاشگر بودم، مصرفم میکردم، دوستشم بزنم بیرون، دوست نداشتم اصلا تو خونه وایستم. من خودم فکر کردم که اصلا همچه چیزی نمیشه، مثلا حالا یکی اینطوری شده من برم تو مواد مخدر من این بلا سرم نمیاد، ولی میاد خیلی بدتر از اونی هم که دارم میبینم میاد. دو روز رفتم مسافرت، اصلا خون اومد تو جوره چشم. یه به هرکس گذارم من چه میاد کنم بابا چی مصرف میکردی؟ مثلا بودم مواد مصرف میکردن اونا خماری از اینجا با چیز خماری هم پی بودم. معتاده دیگه به میگفتن تو خونه میشین و کلان بعدها این برات باید
اجبار به مصرف میشی، ولی من به این باور نرسیده بودم. زمان باور رسیدم که دیگه اجبار به مصرف داشتم و نمیتونستم اجبار باشتم. اصلا به حرف یه چیز توجه نمی کنی، اصلا به هیچ چیزی رحم نمی کنی. اگه پول موادی که میخوای مصرف کنی تو جیبت باشه، که این مواد تو میگیری مصرف کنی، اگه نباشه به هیچ چیز رحم نمی کنی. فقط دنبال اینی که مال کیو ببری، چیکار کنی که بتونی مواد تو مصرف کنی. عوامل مؤثر در بروز اعتیاد یک مورد یا دو مورد نیست. اعتیاد جز تنها بیماریایی که برای به وجود اومدنش نمیتونیم به یک، دو یا سه مورد اکتفا کنیم. آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های خانوادگی، آسیب‌های روحی، آزار، اذیت، حتی زورگی‌ها، تجاوز میتونه باعث به وجود اومدن زمینه‌ای برای اعتیاد بشه. متاسفانه علم پزشکی هم تا امروز نتونسته درمان قطعی براش به وجود بیاره. بهترین روشی که تا امروز تایید شده روش 12 قدمی و برنامه 12 قدمیه که توی این برنامه در مجموعه افراد پزشکای متخصص و آموزش دیده و در کنار افراد روانشناس این کار انجام میشه. 12 قدم بعد از بهبودیشونه. ببینید ایشون موقعی که میاد اینجا پذیرش میشه، میره داخل اتاق سمزوده و بعد از یک هفته از این اتاق میاد بیرون. ما تا اونجایی که سعی میکنیم و تحت نظر دکتر سه روز اول رو به اینا کمک میکنیم. یعنی سه روز اول که طوفانی ترین و شدید ترین درد رو داره برای ایشون رو ما کمکش میکنیم و بقیهش دیگه با خوش. بعد هفته اول از اتاق سمزدهی میاد با داخل، میاد تو گروه، به هر حال جلساتشو میشینه یک بار صبح یک بار بعد از اون. متاسفم از اینکه چرا زودتر نفهمیدم برای که سنم رفته بالاست، به اصطلاح معلوم اول آسایشمه، چرا باید به اصطلاح توی موقعیت بفهمم. از این موقعیت خیلی بعضی موقع سرخورده میشم، ناراحت میشم. دوست داریم چیزایی که یاد میگیریم و به دیگران انتقال بدیم و اینو میدونم که راهنمای من، کسی که انتخابش میکنم، این شوقو داره، چون همین سرویسی که داره به من میده به ایشون هم داده شده و نتیجهش نتیجه این که یه جاده سفید، یه راه خوب، یه زندگی مجدد، یه شروع مجدد برای من بعد از مواد مخدر. من که انقدر به اصطلاح خانوادم خوب بود، پول داشتم، فلان داشتم، آخر وقت هم اینجوری شده. شماها دیگه جان مولا ما رو ببینید، عبرت که متاسفانه نیست. بچه‌هایی که سر میخورن، لغزش میکنن داریم، متاسفانه جوری هن که ما بهش میگیم دوران طلایی. هنوز تو اون دوران طلایی هست، هنوز خسته نشده. به قول ما هنوز داشته هاشو داره، هنوز این که بگی داشته ها رو از دست داده باشه نیست. پدر رو داره، مادر رو داره، نمیدونم ماشینشو داره، خونهشو داره، زنش هست، ولی زمانی که همه اینا رو از دست بخواد بده دیگه فایده نداره. این ترکه این اشخاص تو دوران طلایی هن چون از طرف خانواده حمایت میشه. من مریض داشتم اینجا، باباش میگه میشه لپتاپشو بیارم بذارم، گوشیشو بیارم بذارم، ببرش بذارش هتلیه. نه چیپای پاکیه، این چیپ یک ماهگیه. یک ماه بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری. حالا دوست بهبودی سر کرده، این دو ماهگیشه، این سه ماهگیه. تا میرسه به مرحله بالا، ایشون یه ساله که میشه چیپ سفیدشو میگیره، 18 ماه که میشه چیپ توسیشو میگیره و دو سالگی به بعد چیپای مشکی میگیریم با سکه. یعنی راهنمای من، به عنوان بلد راه من، به عنوان کمک من، لطف میکنه به من، چیپ و سکه میده. حالا هرچی که مقطع میره بالا، رنگ چیپ دیگه عوض نمیشه، میشه مشکی با دو سالگی، مشکی با سه سالگی و اینا خودش نقطه امیده برای ماها.
این به من معتاد خیلی کمک میکنه و انگیزه میذاره که من امسالم نزنم که سکه سال بعدمو بگیرم، امسالم نزنم 4 سالگیمو بگیرم، 5 سالگیمو بگیرم، و همین برای من کمک بزرگ. در نهایت برای به وجود نیامدن اعتیاد توی خانواده هامون باید بدونیم که حواسمون به کودکانمون و آسیب‌های روانی که امکان داره براشون پیش بیاد حتی قبل از سن 11 سالگی باید باشه. به رفت آمدهای مشکوکشون، به ناراحتیاشون، به اتفاقاتی که براشون میفته باید حواسمون باشه تا ایجاد نشه. فرد معتادم باید بدونه که به خودش، به جامعهش، به اطرافیانش و به خانوادهش داره آسیب میرسونه و برای این موضوع که درمان بشه نیاز داره به مراجعه به مراکز مخصوص این کار و قبول بکنه که این مشکلش یک بیماریه و قابل درمان با کمک دیگران و به کمک مراکز ترک اعتیاد.